بیننده بعدی ما هم جبار گفتن سلام با دکتر سر من میگم در دوران نامزادی خوش بودم اما حال زیاد اصابم خراب میشود هیچ به جان خود نمیفهمم چه راه دارد هفت سال از عروسی هم است خیلی خوب من کاش میشدم راش صحبت میکردم کم توضیح و تشریح میدادن بر ما که دلیل دلخوریش چی هست چگونه ازدواج کردن ازدواج مطابق میلشان بود ازدواج را بر مطابق اجبار و از طرف خانواده و انتخاب شد طرف یا خودشان انتخاب کردن نامزدی چگونه یک دورانی را سپری کردن اینا به هر حال یک سلسله توضیحات هست فاصله سینی بین از اینا و بین خانمشان چگونه هست و بالاخره امروز شرایطشان تنها زندگی میکنن یا زندگی مشترک با کل خانواده دارن از جمله سوال هایی هست که من از اینا داشتم به هر حال بعضی مواقع انسان با این بینش شروع میکنه که گویا تمام دنیای انسان در وجود یک فرد خلاصه میشه با همین بینش در دوران نامزدی هم از طرف مقابل یا قهط تا قبل از نامزدی زمانی که روابط ارتباطات در بین می باشه در اونجا فکر میکنه و تمام فکرشون بر ای است که گویا ای طرف آدم مکمل و آدم متمم هست یک بوت خوشتراش خوش هیکل خوش فکر خوش, خوش را از ذهن خود و طرف مقابل تراش میکنه و فکر میکنه که این همو انسان مکمل است همو انسان متمم هست که بالاخره تمام خوشبختی ها در وجود همی آدم نهفته روزم که امراش ازدواج میکنه بعد از چند وقت بعد از چند ماه بعد از چند سال در میاد که من در واقع اون تصوری را که ما جور کرده بودم و ساخته بودم او مقبول و زیبا بود نه او زیبایی هایی که در رفتار طرف مقابل ما بیافم. نه او زیبایی هایی که در اندیشه و فکر طرف مقابل ما بیافم بلان این زمان است که کاخ آرزوها میریزه و از صفر باید شروع بکنی با همین تفاوت هایی که دارید با همین اندیشه های متفاوت و تحلیل های متفاوتی که دارین این زمان اگر تانستین همدیگر رو تحمل, تحمل کردین و عاشق همدیگر شدین این زمان خوبی به خاطر زندگی مشترک هست و الا شما زمان زیاد نیاز دارین تا اینکه که بتانین زندگی موفق پربار سمر داشته باشین و هر حال وقتی که یک فرد هفت سال با هم زندگی میکنن هفت سال مت... مت... از عمر خدا به شکل متوالی با یک انسان زندگی میکنند که در واقع تصور اولا بسیار خوب و مقبول جور کردند و ساختند بعد از او امروز یک سلسله مشکلات چالش ها و جنجال ها را یافتند عوامل را به دو دسته تقسیم کنیم اول او عواملی که بین شما و طرف مقابل بنابر یک عدم تفاهم ها رخ میده این شما برجسته و واضح و روشن بسازین دوم او عواملی که از طرف افراد و اشخاص بیرونی و بالاخره وجود یک سلسله تعارضهای بیرونی در بین رابطه شما هست اینا رو جدا بسازیم او تعارضهایی که از طرف بیرون است مداخلات بیرونی هست افراد خانواده این یعنی مداخله میکنن در زندگی شما این به مراتب سهل و آسان است که شما بتونید دستش منها بکنین و منفی بکنین و این بعد دیگه نگذارید که نظریات دیگر را زندگی شما را بر هم در هم بکنن اما او مشکلات چالش ها عدم تفاهم ها که در بین خود شما هست این یک مقدار قابل بحث است که ایر شما بتانین منشا و مبدایش پیدا بکنین البته در اولین گام ما توصیه میکنم که مذاکره داشته باشین در مذاکره و گفتمان دور از که شما همیشه شکایت و همیشه شماتت و اشاره داشته باشین بین صحبت بکنین به طرف مقابل و کم کم توضیح به طلبین همون رفتاری که شما را زیاد ناراحت میسازه به دور از اینکه شما عکس عمل نشان میتین بین ازش توضیح بخواین بگوین که دلیلش چرا و آیا میفهمی که اثراتش بالای ما چی هست بالای زندگی مشترک ما چی هست خیلی با آرامی و خونسردی انسان رو ببینین هیچ وقت جبر و اختیار حل نتانست بین مناقشه بین انسان هاره. هیچ یکی از علوم نکت تا تابعه ثابت بسازه که انسان تابعه جبر است یا تابعه اختیار است. بنابراین در, در این قسم یک شرایطی که شما با انسان سرکار دارین و انسان ناشناخته متوجه باشین که جبرگرایی گریز از, از مشکلات گریز از چالش های بین دو فرد و میان فردی هیچ وقت مشکل میان فردی را حل نمیکنه بنابراین شما باید صحبت بکنین پیش از اینکه عمل شدید نشان بدین مذاکره بکنین گفتمان بکنین چیستی و چرایی موضوع را صحبت بکنین روی از این ملحوظ شما میتونید راه های خوبه به خاطر چگونگی فایق آمدنش پیدا شوه و حل شوه هر زمان که شما در مشکلات زندگی مشترکتان در روابط میان فردی چیستی و چرایی را حل کردین چگونگی فایق آمدن را به سادگی میتونید پیدا بکنید بلا ما توقع ما ای هست که شما از این ترفند ها از این فرمول ها استفاده بکنین تا بتونین زندگی موفق و معید را داشته باشین و اگر یک سلسله از یک قسمت از توضیحات ما شما را نتانست قانع بسازه نتانست برتان خوب روشن و واضح تجلی بکنه باز میشه که در برنامه همراه ما صحبت بکنین هویتتان محفوظ است خودتان معرفی نکنین که کی هستین و از کجا هی فقط با موضوع میریم صحبت میکنیم روی موضوع و ما را حل هایی را پیدا میکنیم تا بالاخره بتانیم کمک بکنیم بر زندگی مشترک و موفقیت شما به هر حال من خوشحال هستم که شما را دارم و لطف میکنین که با ما در برنامه همراه هست